استگاکای بارا رو برداشتن آوردن ریختن اینجا. تمام باری که اینجا ریختن هیچ کدومش نه مشخصی که از کجا اومده، کجا بارگیری شده و چجوری تو این انبار تخلیه شده. باز هم هوشیاری بازرسان سازمان صنعت معدن تجارت و گرفتن فرصت از سوداگران بازار. در بازرسی‌های اخیر در شهرستان مبارکه از 9 تا انبار متوجه شدیم که بیش از 28 هزار تن ورق فولادی انبار شده که اینها عناوین مجرمانه متعددی رو میتونه داشته باشه. مهمترین عنوان مجرمانه اون اخلال در نظام اقتصادی است که در دادگاه‌های ویژه هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مجازات سنگینی در انتظار این افراد خواهد. ورق‌های فولادی که توسط به ظاهر تولید کنندگان خریداری شده و با مخدوش کردن لیبل اونها چرخه تولید و توزیع را برهم می‌زنند. این سه تا بخش هم که مخدوش میشه فقط صرفاً برای اینه که خریداری که خودش رو به عنوان خریدار واقعی از بورس عنوان کرده، بارو خریده، خیانت کرده، باری که باید تو تولید مصرف بکنه رو میاره، مخدوش میشود و در بازار آزاد فروخته میشه. بسن. اون شخصی که این رول رو در اختیارش قرار میدن و میتونه از بورس خرید بکنه، فردیه که مورد تایید و وثوق ارگانهای نظارتی هست و این شخص بدون توجه به ضوابط قانون میاد این لیبل رو مخدوش میکنه که مشخص نباشه مالکی هست و در بازار آزاد یا در انبارهایی که ثبت نشدن نگهداری میکنن و بعد در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر میفروشن. با توجه به وضعیت نابسامان بازار، برای تامین این ورقهای فولادی مورد نیاز تولید کنندگان، دپوی این محصول استراتژیک منجر به گرانی کالاها شده. از این 28 هزار تن ورق فولادی حدود 19 هزار تن بالای یک ماه زمان ماندگارشون در این انبارها بوده که در بررسی ها مشخص شده که حتی بعضی از مقاطع فولادی که اینجا ذخیره شده مال سالهای قبل، حتی سال 97 هست. و هشدار مسئولان نظارتی به متخلفان: من به همه تذکر میدم، اخطار میکنم به کلی انبارها که اگر مأمورین سازمان بازرسی مراجعه کردند و برای ما گزارش کردند که احتکار اونها احتکار عمده است، وفق مقررات اخلال در نظام اقتصادی با اونها برخورد خواهد شد. در راستای مجوز که دریافت کردن فعالیت کنن و مراقب باشن که خارج از اون فعالیت نکنن. این موقع متهم به بحث احتکار، متهم به بحث دلالی در بحث خرید و فروش مقاطع فولادی و ورقهای فولادی نشن. این ورقهای فولادی احتکار شده پس از طی مراحل قانونی در اختیار تولید کنندگان قرار خواهد گرفت. محمد حلوایی، خبرگزاری صدا و سیما، مبارکه.